خانم ها آقایان، با سبزترین با آفتابی ترین درودها، من شهریار غنبری شاعر ترانه خان خوشحالم که پس از چند دهه به برنامه بی بی سی دعوت شدم در کنار هنرمندان نازنین هم سرزمین تا چند ترانه از ترانه نوین رو براتون اجرا کنیم. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با همو تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. فچفچ و نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. بسیار عالی، سپاس سپاس، خیلی ممنونم، واقعا تعظیم تعظیم. شهریار غمه چندین ده سالی هست که من دوست داشتم شما رو از نزدیک ببینم و خیلی هم خوشحال شدم، چون شما اصلا یه جوری دیگه هستی وقتی شما رو میبینن نزدیک، خیلی صمیمی‌تر. من پای تلفن خودم میترسیدم. آخه خیلی هم من میگم آره جوری دیگه، اون صلابت کلام دیگه. آقای قمری، اولا خب بینات خوشحال شما رو میبینم. شما یادگار نسلی هستین که یه تفکر جدیدی رو به صورت آهنگ‌های روز معرفی کرد، تفکری که ما قبلا شاید تو غزلیات توی مثنویات می‌شنیدیم با زبانی نو خیلی ساده‌تر شد، گاهی وقتا خیلی بغرنج‌تر، یه جمله‌ای بود که اصلا نمی‌فهمیم چی میشه. و اینا رو نسل شما اوایل دهه 50 میشه گفت وقت کوتاهی، چه اتفاقی افتاد؟ یه فرصت کوتاهی هم بود. بله، از 49 50 تا 57. بله، 7-8 سال شدم. و چه اتفاق بود؟ یعنی چه ملاقات های شد؟ یه اتفاقات سیاسی اون زمان بود؟ چه شکلی بود؟ من فهم میکنم یک مجموعه بود. در رابطه با خودم اینو میتونم بگم که من این شانس رو داشتم که درست وسط دهه 60 میلادی، اون آتش فشان بزرگ فرهنگی و هنری که در جهان پیش آمد، بله، بخصوص در غرب، وارد بریتانیا شدم، یعنی وارد لندنی شدم که اون طرف بیتلز ترانه اجرا میکرد، اون طرف رولینگ استونز بود، یعنی وسط این طغیان میشه، آره، طغیان نوجوانان، این فکر این جوان، آتش فشار، جهان نو شد، درسته، جهان جوان شد، کام. یعنی جوانها همه صحنه ها رو در اختیار داشتن. بله، شما اینو در موسیقی میدیدید، در
مد می‌دیدید، در تئاتر می‌دیدید، در سینما می‌دیدید، در قصه می‌دیدید، همه جا. و یاقی بود همه چی. آره دقیقاً. اعتراض بود دیگه. و قرارم نیست دوباره تکرار بشه. یک اتفاقی بود که افتاد و طبیعتاً ما نمیتونستیم دور بمونیم از این اتفاق. رو ما مسئله گذاشت دیگه. رو شمایی که در این بیشتر بودید. بله. من که خیلی اثر، یعنی همه زندگی منو همون سفر و همون دوره ساخت. چون اون تقریبا اون ورداش انقلاب سفید پیش می اومد، یه دنیای دیگه بود. و شما برگشتین ایران و چه ملاقات کردین بدون شک با هم نسلان خودتون، اسفندیار مفرزاده، ایرج جنتی عطایی بودن، خواننده مثل فرهاد، فریدون فروغی و حتی خب خانم گوگوش. دقیقا. و این من فکر می‌کنم گوشیاری ما بود. چطور شما اصلا آشنا شدیم با این گروه؟ از خارج اومده بودین؟ بگیم ما هم یاد بگیریم. دست تصادف پرتابم کرد به جایی به نام استودیو تنین. این نخستین استودیوی مستقل صدا برداری بود در ایران. چون تا پیش از اون باید شما فقط می‌رفتید در رادیو، درسته، تلویزیون یه چیز زدم که استودیوی مستقل صدا برداری نبود، با امکانات کاملا پیش پا افتاده و ابتدایی. میکسر رو یک مهندس ایرانی درست کرده بود و اینجا این شانس رو داشتیم که چند تا از چهره‌های مهم موسیقی ایران همکاری کردن، یعنی اونجا شکل گرفتن. واروژان اونجا شکل گرفت. صاحب استودیو زندیات پرویز عطابکی بود، زندیات تورج نیهبان اونجا کار میکرد، بابک افشار، اسفندیار منفردزاده، بعد ایرج جنتی عطایی. من اسم اونجا رو گذاشتم ترانه خانه، اونجا این اردو کار بود. ما یه برنامه تلویزیونی این داشتیم، این به اسم زنگوله ها، بله یادم، برای کشف صداهای تازه. یک امریکن آیدلی بود. بله. اون موقع درست. و اون موقع هم سیاسفی بود تلویزیون. آره آره. بعد رنگی شد. ما هفته 6 7 ترانه تازه باید می ساختیم و ضبط می‌کردیم و پخش می‌کردیم. بنابراین مدام ما در حال تولید بودیم. من به یاد دارم که شب‌هایی بود که من خونه نمی‌رفتم، همونجور روی کاناپه می‌خوابیدم که فردا صبح ضبط داشتم. ولی خب پر از هیجان، پر از هیجان بودیم، پر از هیجان بودیم. اون هیجان رو از دست دادیم به این غم انگیزه. خب اونم اتفاقات مختلف سیاسی دیگه، یعنی هیچکی حواسش نیست اونقدر که ما یک کشور جدا شده از کشوریم در اینجا. و اینه که الان رسیدیم به یک برهوت، برهوت یک بار مصرف تر. آره. و یک آهنگ رو بشنویم از دو از فضایی که اصلا تعلق به این دوره نداره. در این شب بی ماه و گل ستاره ساز صحنه شد، رخت غزل کش پاره کن، در شعر من برهنه شد، تو بهترین صحنه شد، برهنه شد، برهنه شد، تو بهترین صحنه شد، برهنه شد، برهنه شد. جادویی تو کشف دوباره شراب، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو، برهنه شو، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو، برهنه شو.
خانه سرخ دست تو های 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 بخشه تب کرده من بخشه تو ساز کلیان های 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 دال تو جای گم شدن چشم تو جای امن شب های 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 به وقت گرگم به هوا سینه پر قصه تو های 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 صدای معدن طلا تو به ترین صحنه شو برهنه شو برهنه شو تو به ترین صحنه شو برهنه شو برهنه شو بسیار عالی توی حزب کمونیست هم برخوشون دست آقا بسیار لذت بودیم از این اجرا و جالب بود و عجیب حتی که یک ترانه‌سرا بعد شروع کنه آهنگ خودش رو بخونه چه اتفاقاتی افتاد که شما خواننده هم شدید یا بودید ما نمیدونستیم اینجا جلوه الان میگم من چون خیلی به واروژان جان بزرگ نزدیک بودم که تنظیم کننده و آهنگساز هستن برای نسی که الان نمیشنسنش واروژان جان اگر نبود ما مقوله ای به نام تنظیم رو نداشتیم به این شکل داریم واروژان یک رخت امروزی بر تن موسیقی ما کرد ما رو امروزی کرد ما رو جهانی کرد ما رو نزدیک کرد به زبان دیگران جهان من او رو تقریبا هر روز میدیدم چون خونمون نزدیک به هم بود در تهران دیگه در تهران و بیشتر با هم بودیم خیلی خیلی نزدیک بودیم وقتی ما یک ترانه آماده میکردیم مسئولیت اینجوری بود خواننده رو صدا میکردیم خواننده چیزی سفارش نمیداد وارونه آنچه که خیلی ها بعد از انقلاب وانمود کردن که نه خودشونن که سفارش دادن و انتخاب کردن اصلا اینجوری نبود ما کاری رو می ساختیم آماده می کردیم و فکر می کردیم که این کار به درد فلان صدا می خوره بنابراین با او تماس می گرفتیم قرار استودیو می گذاشتیم که بیاد ترانه رو بشنوه برای بار اول معمولا واروژان جان پشت پیانو می نشست من در کنار رو من ترانه رو می خوندم برای خواننده همیشه و همیشه واروژان حالا تای شب در گوشه میزی در هتل هیلتون به وقت صبحانه کله سحر به من میگفت تو چرا نمیخونی آخه؟ من تعجب میکنم تو که عاشق خوندنی اینا وقت بعدم نمیخونی چرا نمیخونی؟ و من همیشه میگفتم که واروژان تو میدونی که توی سرزمینی هستیم که خیلی با این قضیه مشکل داریم هنوز تابوه که فکر میکنیم یک شاعر مثلا سبک براش اگه بیاد ترانه بخونه خودشو باور کرد زیادی حتی این چیز یعنی زود میریم تو متلک و مسخره کردن و پایان ماجرا و یادمه که او همیشه میگفت نه اصلا اینا باید فکر کنی به یادم میاد که پدر خود من هم همین مشکل داشت پدر من از پیشگامان و پیشتازان موسیقی پاپ در ایران زندیات حمید قنبری از نخستین کسانی است که موسیقی پاپ اجرا کرده. ایشون صدام در رادیو بودن آواز می‌خوندن من یادم میاد. پس شما اون زمینه رو داشتید. دقیقاً. تا 1357. 1357 من تصمیم می‌گرفتم که مثل همه خیلی از شاعران جهان مثل باب دیلن، مثل لئونارد کوهن و بسیارانی دیگه که لزوماً هم پاوروتی نبودند اما کار خودشون رو بهتر از همه اجرا می‌کردن کار خودم رو اجرا بکنم که اون آلبومی بود که کاسه شما من اصلا نمی‌دونستم شما می‌خونید فکر کنم
یه چریکی داره میمونه، پیشمرگانه ها بود و این دست به دست ماها که اون موقع نوجوان بودیم میگشت. من دوست دارم یکی از اون آهنگا رو بشنوم که آهنگ بسیار زیبای لالا لالا هستش، ولی با متنی که بیشتر مال زمان حال تا اون دوران. خواهش می‌کنم شهریار قنبری. گل لاله بهار سرخ امسال مثل هر سال، هنوزم دیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز کب زیر سرب و چکمه میناله، نه خوابارون گله بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروت، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترسم گله دشمن گل لادن که پوسته زیر پوسته بر زمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر دلیل تا سپیده رفتن و رفتن. خوابارون گله بادوم نابابر، گله دل نازک خسته گله پرپر، نگو باده ولایت پرپرت کرده، دلاور قد کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تا اوج فباره، نگو این ابر بیبارون نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نذاشتن هم صدایی رو بلد باشیم، نذاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید رو دوره میکردیم که فکر شب گلاهی از دمت باشیم. نگو رفت و هزار آفتاب هزار مهتاب، نگو کوتا دوباره بپریم از خواب، بخون با من نترس از گله دشمن، بیا بیرون بیا بیرون از این مرداب، نگو تقوای ما تسلیم و ایساره، نگو تقدیر ما صد تا گره داره، به پیغام کلاغای سیاه شک کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره، بخواب ای حسرت سفره گل گندم، نباش رو دالونای قصه سردرگم، بخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو که فریاد تو رو کم دارن این مردم، که فریاد تو رو کم دارن این مردم. لا 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 دیگه بس، دیگه بس، دیگه بس، دیگه بس گل لا.
سپاس، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم همگی، خیلی متشکرم از شما. چه خاطره زندگی با این آهنگ، واقعا ممنون شما. بعد از انقلاب شد چند سال ایران بودین هنوز؟ بعد انقلاب؟ وقتی که انقلاب شد آمدم بیرون، رفتم به انگلیس، ویزای آمریکا هم داشتم. یک روزم رفتم در یک آژانس مسافرتی که بلیط بگیرم برای آمریکا و بیام اینجا. رفتم دیدم شلوغ بود، گفتم که تنبلی ایرانی، گفتم حالا مثلا فردا میام یا دو روز دیگه میام. فرداش گروگانگیری در سفارت آمریکا و داستان سفر به آمریکا منتفی شد. من برگشتم به ایران، در فرودگاه مهرآباد فهمیدم که آی 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 عجب سفری در پیشه. به هر حال اولین کاری که کردم این بود که یه ساک برداشتم، رفتم به شمال و رفتم به دریا کنار. که دریا کنار و مثلا دهکده ساحلی خزرشاه، اینا آره دهکده همه... آخر زمان شاه بود که تفریحی بود و دربسته بقول. دقیقاً دقیقاً. و شبیه دیزنی لند بود دیگه. برای ما یادمه. واسه فضای حتی شهربندی شبیه شهرهای آمریکاست که الان شما خیلی زیبا هستی. خیلی زیبا. و اونجا بود که خیلی الهام ها به شما شد و نتیجه گیری ها و تحلیل ها و خط نشون کشیدن ها و پایان ها برای شروع آینده ها. آره من بیشتر کارهام رو واقعا در شمال نوشتم. رابطه‌ای که با دریا دارم به همین خاطر رابطه عجیبیه. بیشتر کارهامو من اونجا نوشتم، بعدم که از ایران اومدم بیرون باز کنار دریا نوشتم، یا مدیترانه بوده یا اینجا اقیانوس آرام. یکی از البته بیشتر آهنگای امشب در اون هست، در اون کنار هست. دل ریخته از این دست بود. دل ریخته رو می‌خونم. پس دل ریخته رو می‌شنوم که کنار دریا کنار شما نوشتید. دقیقاً. پاییزیه میلاد تو در یادم هست، روز خاکستری سرد سفر یادم نیست، ناله ناخوش از شاخ جدا ماندن من در شب آخر پرواز خطر یادم نیست، تلخیه فاصله ها نیست به یادت مانده است، نیزه برباد نشست است و سپر یادت نیست، یادم هست یادت نیست، یادم هست یادت نیست. اگر در خور تعبیر نبود پس چرا گشت شبانه در به در یادت نیست، من به خط و خبری از تو قناعت کردم، قاصدت کاش نگویی که خبر یادت نیست، یادم هست یادت نیست، یادم هست یادت نیست. خواب روزانه اگر در خور تعبیر نبود
چرا گشت شبانه در به در یادت نیست. من به خط و خبری از تو قناعت کردم، قاصدت کاش نگویی که خبر یادت نیست. یادم هست، یادت نیست، یادم هست، یادت نیست، یادم هست، یادت نیست، یادم هست، یادت نیست. سپاس واقعا الیاس، خیلی ممنون، سپاس از همگی. ما چندین ساعت در این استودیو بودیم، همونجوری که آقای شهریار قنبری در دهه 50 توی استودیو خلق کردن، ما هم یک حس تازه رو یادآوری و خلق کردیم. واقعا متشکرم از همگی شما که همه بچه‌ها سپاسگزارم، به خصوص از دریا کنار که شما توش کلی، به ویژه از دریا کنار. و حالا میریم کنار اقیانوس آرام دوباره. التناهی فاروخ آهی عزیز، متشکرم، خیلی ممنون، سپاس.